باور غلط شماره 9 قرآن نه تنها یک اعجاز ادبی است بلکه هیچ کس نمیتواند سوره ای مانند آن را بیاورد قرآن بارها بارها ادعا کرده که دارای شیوایی فوق طبیعیه که انسان نمیتونه مثلش رو بیاره واعظین و مدافعان اسلام ادعای قرآن رو بیچون و چرا پذیرفتن و اصرار دارن که فقط خدا میتونه چیزی به زیبایی و کاملیت قرآن بنویسه اما در واقع قرآن یک نوشته ضعیف نامنظم و کاملا ناهمگونه همونطور که محقق ایرانی علی دشتی در کتاب 23 سال خود نوشته قرآن شامل جملات ناقص و کاملا نامربوطیه که قابل تفسیرم هم نیست. همچنین قرآن دارای کلمات بیگانه، کلمات عربی مبهم و ناآشنا و کلماتی که در حالت عادی معنای دیگه ای دارن می باشد. صفات و افعال بدون مشخص کردن جنسیت و تعداد یعنی مثل مفرد بودن، مصنع یا جمع بودنشون استفاده شدن. قرآن به صورت نامعقول و بدون قاعده از زماری استفاده میکنه که اغلب هیچ نهاد و گزاره ای در قافیه‌های عبارات وجود ندارند و اکثرا دور از موضوع این موارد و این گونه خطاهایی که در زبان وجود داره های بسیاری رو به منتقدین داده تا فساحت و شیوایی ادبی قرآن رو رد کنند در قرآن تو سوره التور آیه 34 محمد افراد رو به این تعدی دعوت میکنه که اگه میتونید سخنی مثل سخن قرآن بیارین بعد انگار یه کسایی سخنی مثل قرآن رو میارن چون تو سوره یونس آیه 38 و سوره بقره آیه 23 میگه حالا اگه میتونید یه سوره مثل سوره قرآن بیارین بازم انگار یه کسایی می آوردن. چون تو سوره هود آیه 13 میگه این دفعه اگه میتونید 10 تا سوره مثل سوره قرآن بیارین و بازم ظاهرا یه کسایی می آوردن. چون تو سوره الاسرا آیه 88 میگه اصلا اگه میتونید یه چیزی مثل قرآن رو بیارین وقتی با مسلمانا صحبت میکنه میگن نه این سیر نزولی بوده یعنی اول محمد گفته مثل قرآن بیارید که چون نتونستن هی کمترش کرده تا به یه سوره و یه سخن مثل قرآن هم قانع شده اما زمان نازل شدن این آیات به محمد این روند نزولی و منظم رو رد میکنه افراد زیادی در دنیای عرب چون مانند قرآن رو آورده بودند به خاطر این رد تحدی کافر خطاب شده و کشته شدند امروزه هم کتاب های زیادی در زمینه مقابله با قرآن یا همان رد تحدی نوشته شده یکی از این کتاب ها است البته فقط این کتاب نیست کتاب زیاد دیگه هم وجود دارند که همگی تحدی قرآن رو رد کردن و مانند قرآن رو آوردن که اسامی اونها رو میبینیم ولی میخوایم ببینیم آیا واقعا آوردن سوره مثل سورای قرآن کار سختیه یا نه پس بریم یکی از سورای قرآن رو که هیچ کس نمیتونه مثلش رو بیاره رو ببینیم یعنی سوره زیبای 111 هم به اسم المسد که الله به محمد در وصف امویش به نام ابو لحب نازل کرده میگه به نام الله بخشنده و مهربان بریده با دو دست ابو و مرگ برو باد اولش منگی نگفت الله بخشند و مهربانه بگذاریم دارایی او و آن چند دوخت سودش نکرد به زودی در آتشی پر زبانه در آیت. و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است بر گردنش تنابی از لیف خورماست واقعا آوردن سوره با این فساحت و زیبایی و اجاز ادبی امو و دایی و اقوام رو لعنت کنیم کار هر کسی نیست تنها معجزه‌ای که وجود داره اینه که یک کسی قرآن رو به عنوان یه اجازه ادبی نگاه کنه